سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو تک آخریه که من قراره گوش کنم، تک چهارم از مجموعه زوزه از کچی بیتسه به اسم اس اس کل که لینک موزیکی که گوش میدیم توی دیسکریپشن هست از کانال یوتیوب کچی بیتس کارو گوش میدیم، به جز اون لینک کانال یوتیوب اسنادر و دلول هم توی دیسکریپشن وجود داره. دوست داشتید میتونید از طریق اون لینک ها به اون کانال ها سر بزنید. بقیه ریاکشن ویدیوهای ترک های آلبومم تو کانال آپلود شده، تو قسمت ویدیوز که کلیک کنید میتونید پیدا کنید ریاکشن ویدیوها رو. اگر فور گنگ ها رو ریختید توی کامنت، بریم بشنویم کل رو از آلبوم زوزه از کچی بیتس. بریم. یک کلمه نفهمیدم هنوز از هیچ، از کل ترک، از کل لیریکس هیچی نفهمیدم. گذشت روزاش اینه باد، اینو فهمیدم. هیچی بهش هسته میدن بهشت هستا کور شاید هست تو هست چشم ها کور که بهش میرسم اون روزی که دیگه نیست هستش. حال نمیده که دراغا دیگه بهش، حال نمیده که کابا دیگه بابش، حال نمیده که چاگا همش نشم چه بالا تو سرم چه عبره هچه روزای خوبه مال قبله سوه این لبخم باید درده سوه من سردم و رو سرده سوه چرا چون جنگه سوه افتادم بد تر درده سکول داره بک بکن میگه سرده سوه چرا چون جنگه سوه افتادم بد تر درده سوه تر درده سوه کجایید این موزیک رسته به ذهنتون خداییش؟ رسته کنم از آینده اومده این موزیک. وکال ملودیش خیلی باحاله. وکال ملودیش حالت پاپ داره واقعا، یعنی اونقدر نمیشه اینو رپ حساب کرد، هیپ هاپ شاید، رپ اصلا، خیلی پاپه وکال ملودی، اصلا خود پاپه. این اینجاش هیپ هاپ شد کامل. هیچی نمیفهم، احساس کنم چیزایی بامزه یا ممکنه بگه، یعنی 100% میگه کچیز، یعنی جدی تنی موقعیت های زندگیش هم تنزه، ولی نمیفهمم تو فندک هم دیگه گاز نیست، بعدش چی داره میده؟ باز ایست یادگاری نمیدونم چی تو رو قاطر نیستم خودم تای آرتیستم تو رو قاطر نیستم خودم تای آرتیستم تو رو قاطر نیستم
خودم تارتیستم. این بیت خیلی باحاله. رو تو نیستم خدا تای آرتیستم اصلا تای تاکسیکم خوش بارو میستم کاری توی سینه مونده جم شده زوزه زیر نور ما زوزه زیر نور ما. آها زوزه اسم چک، اسم آلبوم. راستی اولا که تایتل چک نداشتیم، چکی که اس تایتل تایتل آلبومش اصلا نداشتیم، چکی به اسم زوزه نش. اینجا اولین باره دارم کلمه زوزه رو میشنوم، اونم مثلا معلوم نیست تو چه اصلا چی داره میگه، فقط یه کلمه زوزه رو شنیدم. گولی خب توی سینه مونده جا شده زیزه زوزه زیر نور ما. صد بار چی شده پیدا؟ گم شد به نگاه چه عجیبی بود. این بود ترک اگر اشتباه نکنم اسکول از سویت آخرین ترکی که از آلبوم زوزه با هم دیگه میشنیم، که چه خوب شد آخرین ترک حداقل اسم زوزه رو شنیدیم توی یکی از ترک ها. عرض کنم به حضور شما که نمیدونم واقعا تو چه ساب ژانری قرار میگه این ترک، ولی اولا که یه میکس فیوچریستیک داشت، میکس وکال کچی خیلی آینده‌ای بود، میگم از آینده اومده واسه اون میگم واقعا، و کلا یه حالت امبینت داشت، یه المانه از بیتمون و فضای کلی ترک، فضای امبینت پر از صداهایی که میپیچه انگار توی سالن و از این گوش میرم گوش میرو، یه چنین فازی داشت. من حقیقت بدون اینکه بفهم چی داره میگه کچی بیت، واقعا ترک رو دوست داشتم، اصلا متوجه نشدم هدف چیه. یه سری بیتا رو متوجه شدم ولی کافی نبود برای اینکه اون مقصودی که تو ذهنشه، اون هدفی که تو ذهنشه و اینا رو کامل متوجه شدم، ولی فاز ترک مطمئنا تو ادیت نمیدونم چرا، من یه سری باهاتون در میون بذارم. خیلی وقت میخوام بگم من ترک ها رو ریکورد که میکنم از یوتیوب دارم با بهترین کیفیت گوش میدم، خیلی وقت خیلی چیزا رو متوجه نمیشم، میرم توی فایل ریکورد شده اسکرین ریکوردم و میرم تو ادیت گوش میدم، همه چی رو واضح میفهمم. اصلا نمیدونم قضیه چیه، نمیدونم به خاطر استریو و مونو بودنشه، احتمالا دلیل همونه. توی چیز مونو ریکورد، این مونو ریکورد میکنه، اونجا مونو میشنم، اینجا استریو میشنم، هیچی متوجه نمیشم. خیلی ترک رو میام احتمالا اونجا چون مونو میشه شاید یه سری چیزا رو متوجه شم، ولی به هر حال نظر من بعد از استریو شنیدنه چیز خاصی متوجه نشدم، ولی حسی که از شک گرفتم حس جالبی بود که احتمالا بهترین نوع بیان هستم. خود کچی بیت گفت که زوزه زیر نور ما شبیه یه گرگی بود که زیر نور ما داره زوزه میکشه، حالا به هر دلیلی که هست یه چنین حسی ترک حس میشد در صورت. من میگم صدای کچی رو چون من که نفهمیدم چی گفت، واقعا به چش به گوش یه اینسترومنت میتونستم گوش کنم. ملودی جذابی داشت، ملودی سویچ های وکال، ملودی جذابی داشت، وکال ملودی و فلو سویچ های به جا و جذابی داشت. کورس کچی بود، خیلی کورسش خیلی کچی و خیلی پاپی تر بود از چیزایی که ما این روزا توی رپ فارسی میشنویم، و من کم کم دارم به خودم شک میکنم، از خودم ناامید میشم وقتی اینقدر کچی بیت رو متنوع میبینم. آدم مگه چند تا کار میتونه کنه یه نفری؟ چجوری میتونی هم اینجوری وکال پرفورمنس داشته باشی، هم مثل ترک چی بود اسمش مرگ بر تو، هم چه میدونم، خیلی عجیبه. بعد از اونور پرودوسر قوی، از اونور آهنگساز قویه، داری کم کم ناراحت هم میکنی داداش، به خاطر اینکه خیلی تواناییات زیاده. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن این ترک رو بگم، بعد بریم سراغ یه جمعنی راجب ایپی کنیم و خدا نگهدار با این ایپی. هی باز گفتم ایپی پوفیوز. راجب آلبوم یه جمعنی کنیم و بعد با آلبوم خدافزی کنیم و بگیم که چند تا ترک از این آلبوم بر میداریم، بقیهش رو میریزیم دور. ها نه که بریزیم دور، خیلی زشته. بقیهش رو دیگر گوش نخواهیم داد، گوش چون لیاقتش رو نداریم، چون ما اسکریم. اینجوری بشوره برامون
میریزیم دور رو. تبدیل تجربه اولی ما شنیدن این ترک برای من چیزی تو مایه های هفتم با این ترک میگم هیچی نفهمیدم، ولی ترک باحالی بود خداییش. یعنی من این ترک رو خیلی بیشتر از خیلی ترک های دیگه این آلبوم احتمالا گوش میدم. و ببین آلبوم بازتاب دهنده تمام حس یه نفر تمام که حالا دروغه، ولی خب بازتاب دهنده یه مجموعه ای از احساساته یه نفریه که از دور داره این وضعیت رو میبینه تو کشورش. ایرانیه، نمیتونه برگرده به کشورش، دل تو دلش نیست از اون برگرده به کشورش، میخواد کمک کنه، بیشتر از یه حدی نمیتونه کمک کنه و تو این مسیر از خودش ناراحت میشه، از خودش بدش میاد، شاید چون نمیتونه بیشتر از حدی کمک کنه، استرس میگیره. مثل توی ترک مرگ بر تو به وضوح ما داشتیم ترسای یه نفر رو میدیدیم که میگفت انگار همش فکر کنم اینکه پشت دره و نون نداریم تو سفره و فلان و بیسار. بیهسته مثل ترک فاز سکته، به خاطر اینکه انقدر این اخبارو تاثیر میذاره روی ما به صورت ناخودآگاه که واقعا آدم رو سر میکنه و برای چهارمی چیزی پیدا نمیکنم، ولی یه حس چهارمی هم قطعا تو آلبوم بود، شاید حس پنجمی هم، ولی میگم یه مجموعه ای از احساسات یه نفر که خارج از کشوره یا یه گروه که خارج از کشورن و دغدغه داخل کشور رو دارند رو داشت انعکاس میداد. من با یکی از بچه‌ها داشتم صحبت میکردم، حالا بحثی بود که آیا درسته چه این آلبوم تو این وضعیتی دادن یا نه. ببین نمیدونیم، اصلا ما موزیک رو نمیدیم که کمک کنیم. این دیدگاه به موزیک، به هنر دیدگاه خیلی درستی نیست به نظر من. ما موزیک رو میدیم که اکسپرس کنیم خودمون، چیزی که توی وجودمون هست، چیزی که حس میکنیم، چیزی که دوست داریم نشون بدیم، حسی که داریم و نشون میدیم دیگه. ما موزیک نمیدیم که به جامعه کمک کنیم. این دیدگاه دیدگاه اشتباهیه که اصلا با همین دیدگاه موزیک های ترپ همش چیز حساب میشه. چی میگن؟ انگ بهش زده میشه که این موزیکا بی محتوا و تاثیر منفی داره و فلان و بیسار. درسته شرایط ویژه‌ای هست، ولی به نظر من درست نیست اینکه ما جلوی یه آرتیست رو بگیریم بگیم که تو نباید تو این وضعیت فلان کارو کنی، کمک نمیکنه، و از اون ور دوباره جلوی یه آرتیست رو بگیریم بگیم که کار کن دیگه تو این وضعیت اونجوری که ما میگیم کار کن. بابا شاید طرف هنرش تو اون زاویه اصلا نمیاد، قلمش نمیاد تو اون زاویه. چرا به زور باید یه موزیک بد ببنده تو اون مسیری که ما میخوایم؟ و چرا باید موزیک به یه سری موزیک های خوب و تو اون مسیری که ما شاید نخوایم حذف کنه؟ میدونی چی میگم؟ چون فاز آلبوم کلا فاز ناراحتی بود. مثلا بچه‌ها میگن که تو این وضعیت آلبوم ناراحت کننده و اینا اشتباه و فلان. دیگه اینجوریه دیگه، نمیشه تمام موزیکای دنیا جوری باشه که مثلا به نظر ما درسته. نه واقعا شاید این موزیکا استفاده شه و تأثیر مثبت بذاره روی یه سری آدم دیگه. در هر صورت آلبومیه که تو زمان کوتاهی بسته شده، هم خود کچویتس گفت هم اصلا نمیگفتم معلومه. پروژه ها اون کنترل کیفی شدید اونقدر روشون نبود، اما در این حال که زمان کوتاهی گذاشته شده بود روی آلبوم، خیلی ترتمیز بودن پروژه ها به شدت مشهود بود. آلبوم ترک هایی که مورد علاقه من باشن و من مثلا تو روزمره بخوام بهشون گوش کنم خیلی نداشت. من شاید واقعا سکولو انتخاب کنم. تنها ترکی که از این آلبوم دوباره گوش میکنم احتمالا همین ترکه. مثلا اینکه آلبوم مناسبتی، آلبوم پر از ترک های مناسبتیه. یکی دو سه تا ترک غیر مناسبتی هم داشت، مرتبط بود ولی اشاره مستقیم توشون نشده بود و قابل شنیدن تو روزهای دیگه هم هست، ولی اون ترک ها هم ترک هایی نبودن که من دوست داشته باشم از کچی بیتس بره تو پلیلیستم و حالا بعدا گوش کنم. به نظر من همین ترک سکول ترکیه که من از این آلبوم بر میدارم، بقیهش رو میسپارم به خودتون، شما گوش کنید. ولی این به این معنی نیست که آلبوم بد بود، واقعا آلبوم بهترین، یکی از صدیقه‌ای، واقعا من از آلبوم فدایی که تو این دوره اومد، آلبوم فدایی هم آلبوم نسبتا مناسبتی و از آلبوم هیپاپولوژیست، این آلبوم بیشتر دوست داشتم و ای پی رضا پیش رو بذار اونم اضافه کنیم. همه این آلبوم ها و ای پی ها آلبوم ها و ای پی های مناسبتی بودن که حالا شاید یکی دو تا ترک غیر مناسبتی هم توشون پیدا میشد و ما داریم اینا رو با همدیگه مقایسه میکنیم. من نمیتونم این آلبوم کچی رو با آلبوم قبلیش مقایسه کنم، به خاطر اینکه هدف از بسته شدن این آلبوم کاملا مشخصه و قطعا این آلبوم به خاطر این بسته نشده که ترک به پلی لیست ما اضافه کنه. میگم معیارها فرق داره دیگه، من نمیتونم با همون معیارهایی که آلبوم قبلی کچی گوش دادم و حالا تجربه ما تبدیل کردم به عدد، اینجا با همون معیار انجام بدم. اینجا رو با همون معیاری که آلبوم سوگند، آلبوم کپسول سروش، آلبوم فدایی، آلبوم رضا ای پی رضا پیشرو رو تبدیل کردیم به عدد،
اینجا رو تبدیل میکنیم. تبدیل تجربه اولین با شنیدن آلبوم برای من هفته با توجه به کوتاه بودن زمان خیلی پروژه های ترتمیزی بود توی آلبوم و نگاه متفاوت تری وجود داشت توی نوشتن ها. با اینکه داشت از این موضوع مشخص صحبت میشد تو کل آلبوم، ولی نگاه های متفاوتی بود. من خیلی خیلی موضوع دوست داشتم. تو تک تک ریاکشن تقریبا دارم این موضوع رو پافشاری میکنم روشی، خیلی مهمه. و همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به کلیت آلبوم. تبدیل تجربه اول ماشینن آلبوم رو هم دوست داشتید بنویسید تو کامنت. و اینکه به نظرتون بهترین آلبوم این دوره زمانی مشخص بود یا نه، و بهترینشون به نظرتون چی بود. ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، دیسلایک فورگت تو کامنت فراموش نشه. ویدیوهای کانال اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نده، یه دونه زنگول بغل دکمه سابسکرایب وجود داره که اگر دوست داشتید از آپلود ویدیوها مطلع شید و ویدئویی جا نمونید و در لحظه ویدیو آپلود شد خبردار شید، میتونید اون زنگول رو فشار بدید تا یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن به شما اعلام کنه آپلود ویدئویی رو بعدی رو. همین، ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید با این سرعت اینترنت سرسام‌آور و گیری زیاد. مواظب خودتون باشید تا ویدئوی بعدی. فور.